تلویزیون پیام افغان امر کنین سید. باشی سید محترم. بله سید. السلام علیکم. و علیکم قاضی سید. سوال نلرم فقط ستاسخه دی برنامه مننه کوم. سلامت اوسئ سید. او نور هم که وخت یاری وکړي نور هم دغسې عالی جنابان که پر برنامه باندې راشي نور به موږ په ډېرې شانو خبر شو. بل. نو یو شی عابدي صاحب مرکه د زورا خانم سره ډېر غني وه چې بیا هم لیدونکو خواهش ترینه وکړي چې هغه تکرارا کښېږدي، لیکن هغې وعده هم وکړله، البته بعضې ستونزې به وې. راغلو که عباسي صاحب که زما سره توان مادي پیدا شو نو جمعیت او نظار نمایندګان به بیا زه سپانسر کړم چې هغوی هم دغسې راشي، ملامت او سلامت معلوم شي. آخري کلمه عابدي صاحب، عباسي صاحب، مشکل حزب اسلامی عدم ملاقات با ریگن و عدم انتقال مجاهدین در جنگ عراق که با امریکا داشت به طرف داره امریکا، یعنی می مشکل حزب اسلامی که اینا نبچی شدن، اینا ما برنامه را خواندیم، امریکایی گفتن حزب اسلامی فقط ما را پشت خنجر زده باشه. بله. اینا ما به برنامه نشر شده که اینا درگ مافیا و القاعده و چاس و غیره بدنام ساختن، یا گانه دشمنی از اینا د حکومت ریگن بود و بوش بود که اینا مجاهدین به انتقال به چیز تشکر قاضی سید. دیگه نگاه نظم ناس دیسپلین انضباط و امانتداری که در حزب اسلامی است د دیگه حزبا به نظر ما نخورده. بله امی امی بله. نیست. تشکر تشکر صاحب. امی مومن صاحب مومن صاحب مفکوریش امی بود که دمی میز مدور اگر کسی از جمعیت و از کسی از شورای نظار حتی مومن گفت من امو پیسه را ممیتم بیاین شرکت کنید. بله من چرا نه، من امیر قبول دارم باید هم تو باشه، اما در صورتی که جنگ و دعوا و نظار نباشه صحبت درست و انشالله انشالله نمیشه. زنده باشید. وزاره خانم به این علاقمند هستن که کسی سپانسر کنه اینا رو دعوت کنه. بله زنده باشید. تشکر. تشکر از شما که تو زمینه رو مساعد میسید. سلامت و سیسم دا زما وظیفه دیسم. سلام علیکم سید. چیزی میگی سید؟ پایسه محترم استاسو دی تلفون سخه دیرم انون اللہ تعالی تاسو تاجتون در کری زی خوشحالیم چی تاسو غند مشران استا و پا قضایا و پو ایلمان جیم چی اللہ دی جل مجنون مشتا دا توان را کی چی دی اسلام و دی افغانان و آغا حقوق چی پا دنیا و پا آخرت کی لری خلکو تا ہوا ہے. تشکر سید. تلویزیون پیام افغان عمر کنین سید. جناب عابدی صاحب خدمت شما سلام میرسانم. علیکم السلام و رحمت الله مایار سید. جناب عابدی صاحب در جمله گفتهای جناب شما من یک تضاد بسیار کوچک دیدم. بله بفرمایید سید. تلویزیون تان گل کنین. بخاطر از اینکه شما در یک سر فرمودین که اگر آتش بر شود و باید حکومت امریکا با ما کمک کنند باز از او از افغانستان براید. اگر امی در قلب امریکایا براید امی دلک مامور دولت دونیم لکام از کلک که روزانه 50 میلیون دلار از مصارف هجیرتی میدن و اگر آتش بر شود امریکا کمک کنه شما را، پس در اینجا امریکا چی ضرورت داره که کمک کنه باز براید؟ وقتی شما را نمیگیرم. تشکر. بله چی میگید سب؟ مالیار سب محترم خداون شما را اجر بده. ما بعضن که وقت پیدا میشه پروگراما رو میبینم، شما الحمدلله در قضایا دخیل هستین، خداوند در رساناتتان حساب کنه. علتی که ما گفتم که جامعه بین المللی، امریکا مشخص نگفتیم، جامعه بین المللی مسئولیت داره در مقابل افغان ها، به خاطر که اینا خاک افغانستان را بمبارد کردن و روسا غرامت جنگی باید بپردازه به افغان ها. 1.5 میلیون شهید که در روسا در افغانستان به شهادت رساندن، اینا همه فامیلاشان امروز بی‌نواستن، بی‌بزاحت هستند. ما غرامت جنگی را باید از روسا بخواهیم. امریکایی‌ها از روزی که در افغانستان حمله کردن تا حال 150,000 افغان به شهادت رساندن. قریجات شما برین به ارغنداب، قندار شما برین، به هلمند، کنر، اینجا ببینین قریجات همه به خاک یکسان شده.
به او خاطر اینا مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارن که در با افغان ها بعد از حکومت جور میکنن کمک کنن. این یک بخشش است. بخش دیگهش افغان ها ضرورت به کمک دارن. ما نمیخوایم که حکومت در افغانستان باشه که چهار طرف افغانستان مثل رژیم صهیونیستی دیوال کنه و با دنیا سرکار نداشته باشه. افغانستان جز جامعه بین المللی است و ما مجبور مکلف هستیم که اونا را کمکایشان بگیریم. ما مسئله آتش بس ما عرض کردیم که آتش بس در افغانستان باید به وقوع پیونده، قوت‌های خارجی برای ملت ما ضمانت بکنه برای دنیا که از خاک افغانستان ما در مسائل داخلی هیچ کشور غرض نمیگیریم و به می قسم هیچ کس اجازه نمیدیم که در مسائل داخلی کشور ما تشبث داشته باشه. بگذارن که افغان ها زن و مرد افغان را و زهیم ملت خود انتخاب کنن. ما به مو اساس اینجا یک دانه کتاب انجینر صاحب حکمتیار نشته کده که نشته است راتلون که اسلامی نظام به سنگ وی مشر به چوک وی سنگ به غره کیجی. از نظر حزب اسلامی این کتاب است. مسئله قانون اساسی است. ما این مسئله را مطرح کردیم کم اساسی قانون دی منلو ورده دی طالبانو که دی حسنی حکومت. مسئله قانون اساسی که امروز مشکلات است مردم میتانه که وقتی که یک حکومت موقت جور شد منورین، چیز فهما، روشن فکرا، دانشمندا، استادا، همچو شخصیت های بزرگی که در پالی میشیشته اینا همگی جمع شوند بیشینن و یک قانون اساسی که از طرف دولت فعلی ببخشید یک نقطه باید. از دولت فعلی، از حزب اسلامی و از امارت طالبا پیشکش شده ایره تعدیل بکنن، یک قانون اساسی بسازن که همه ملت به اساس از او پیش برسه. بسیار عالی، تشکر. تلویزیون پیام افغان عمل کنید. سب سلام علیکم. و علیکم السلام سب جواب محترم عباسی، سلام احترام خدمت شما میوانی گرامی تان میروانی کنید. یک سوال کوچکی داشتم از جناب عابدی سب که در ابتدایی که مجاهدین داخل افغانستان شد سبب آمدن یعنی اگر حزب اسلامی با دیگه تنظیم ها اگر سازگار مثال با ما موقفی که داره بودن شد نکرد هیچ وقت همین بدبختی در افغانستان رخ نمی داد و سبب همه همین بدبختی ها حزب اسلامی شده و یه چی است و دیگه دیگه که در جریان گفتارشان فرمودن که حزب اسلامی هر زور می رکنه حقا شده و عفو بکنه و از او را فراموش میکنه برای ملت افغانستان را که فایده که حزب اسلامی باز نبرشون تشکیل میکنه رایی کده و اولاد های از او توتا و پاشاش حتی فیرستی زیر خاک کردن نبود او را مدیم افغانستان فراموش کردن میتونه یعنی و سیم دیگه ای که نگه که ما گفتن که اگر شما با ما پایگاه بتین ما خط دوران پس بر افغانستان نگشتاندیم اما نبودم که چود توش خرچی نکنه که اگر بخاطر گشتاندن یک توتای خاک من از افغانستان یا اگر موافقه میکنم من چمی در این نظر شما را میخوام گمست نظر شما در یک شد یا موفقه میکنم بهتر بود یا بدتر باشه. نمو قسمت اول سوالتان چی بود؟ سوال اولشان این بود که وقتی که در ابتدا شما داخل کابل شدین اگر شما نمی بودین شما باعث تمام بدبختی حزب اسلامی شده. چرا حزب اسلامی با دیگر های جانب و دیگه ایشه ای کسی دیگه ایشه فامیدم بله دیگه ایشه فامیدین بله اما یک عرض ما بکنم برادر ما که من در ابتدا گفتم که من پنبه کونه را باد نمی کنم. در جریانات سال 1992 تا 96 یک قضاوت صحیح و سالم کردن بسیار بسیار مشکل است و دیگه همین فرهنگ ملامت ناپذیری و گناه را قبول نکردن یک موضوعی است که راستی بسیار مشکل است. حالا هیچ کس خود ملامت از امو خاطر من دمی بحث هیچ به تاریخ نرفتم که چقدر شما کشتین چقدر او کشت از شما از کجا نشان گرفته بودین اونا از کدام بامبوتی نشان گرفته بودن ببیلاس دیگه صحبت ها را به خودشان میمانم. به برادر محترم سلام احترامات عرض میکنیم. قسم کبایی سب میربانی کردن این برنامه روی از اون موضوع نمیچرخه اما ما به خاطر که شما سوال کردین عرض میکنم که یک کتاب است که این کتاب است که انجینر سب نشته کده دسایس پنهان چهره های اوریان از خروج قوای روسی تا سقوط حکومت ائتلافی ای و پشتویش هم پتی توتی بربند سیده در روسان و لوطل و در ائتلافی حکومت تر پریوتو
این کتاب دیگه است. اگر شما لطف بکنین با شبکه جهانی رادیو تلویزیون پیام افغان و ابتکار آقای عباسی که لطف کردن این پروگرام جور کردن تماس بگیرین، آدرس تانو بتین، ما به شکل مجانی همی کتاب برتان روان میکنیم، مطالعه کنین، شاید او بهتر باشه. بله، تشکر سه.